چگونه از شرک بترسیم؟ اگر گوینده به تو گوید که ای برادرم من از شرک چطور بترسم؟ چیکار باید بکنم؟ بله، با آموختن علم توحید و با آموختن شرکی تو به آن واقع نگردی و با دعایی که ابراهیم علیه السلام گفت مرا و فرزندان مرا از آنکه عبادت بت‌ها را بکنیم دور بدار. سوره ابراهیم آیه 35. و اینچنین با دوری و بیزاری از شرک و اهل آن می توانیم از آن بترسیم. همچنانه که ابراهیم علیه السلام گفت و جنوبنی، یعنی آنها را به یک طرف گذار و مرا به طرف دیگر. امام احمد رحمه الله امام اهل سنت و الجماعت گفت اگر شخص کافر را دیدم از ترس آنکه دشمن الله را ببینم چشمانم را با سرعت پوشیدم. بله، کافران دشمنان الله سبحانه و تعالی هستند و اینجا بین مشارکت آنها در عید و مراسمهایشان و بین کشتن آنها و گرفتن اموال آنها فرق دارد. در این مسئله مردم دو طرف و میانه هستند و اهل سنت و الجماعت میانه هستند. بله، آنها را کشته نمی شود و به عهد و پیمان ها وفا کرده می شود و همراه آنها خرید و فروش کرده می شود. آنها را به اسلام دعوت می کنیم. بله، حریص و سعی کوشش داریم که آنها به اسلام درآیند. بله، به آنها کتاب ها و ورقه ها را تقسیم می کنیم. بله، به آنها به آن طوری که الله سبحانه و تعالی امر نموده است همان طور معامله می کنیم. بله، این لازم است. این همان امت میانه است.